درود دوستان، هنگامه هستم. با آشپزخونه من خوش اومدید. امروز میخوام جوجه کباب حلزونی با سس مخصوص درست کنم، یه چیز متفاوت. بریم سراغ مواد لازم و طرز تهیه‌مون. دو تا سینه مرغ رو، یک پیاز درشت و آب یه دونه لیمو سنگی رو ریختم روش. یه لیمو هم حلقه حلقه کردم، ما بینش گذاشتم. 4 تا قاشق غذاخوری هم روغن مایه بهش زدم. 2 ساعت توی این مواد گذاشتم داخل یخچال موند. حالا برای سس، یه قاشق چای خوری فلفل سیاه، یه قاشق چای خوری فلفل قرمز، یه قاشق غذاخوری سرپر آویشن، زعفرانم برای بعده، ماست 6 تا قاشق غذاخوری برای 2 تا سینه کافیه. ادویه‌جات رو می‌ریزم داخل ماست و حسابی همشون می‌زنم. بعد میریم سراغ سینه های مرغ. سینه های مرغ رو یه خورده چنگ بزنی تا مواد به خوردش بره. بعد روی تخته کار نواری برش بزنید. حالت حلزونی در بیارید و سیخ کنید به همین راحتی. البته اینم بگم میتونید ساده برش بزنید، هیچ فرقی نمیکنه. حالت حلزونی فقط برای شکل تر شدنشه. و یه چیز دیگه که بگم اینه که این روش برای جوجه روش رستورانیه که تخصص مهداده. امروز هم میبینی که دست به سیخ شده. البته منم دست کمی ازش ندارم. والا آقایون فکر نکنه فقط خودشون بلدن کباب درست کنن. ببین با چه ظرافتی هم دارم انجامش میدم. آفرین. خب دیگه تعریف از خودم بسته، بریم سراغ بقیه کار. حالا سس ماستی که آماده کردم، سس ماست کلمه رو با فرچه روی سیخ‌های آماده می‌زنم. پشت روش رو حسابی سس می‌زنم. بعدش روش یک کیسه فریزر کشیدم، گذاشتم 2 ساعت دیگه داخل یخچال موند. بعد 2 ساعت هم یه زعفران دم کردم و دوباره با فرچه به خورد جوجه ها دادم. روش نمک پاشیدم،
اگه دقت کرده باشید هیچ نمکی داخل موادم نداشتم، همه رو روش ریختم، هر چقدر که میخواستم نمک بریزم روش ریختم. اینجوری اصلا جوجه هاتون سفت نمیشه. It's a nice atmosphere, hey, new fresh air. We're going out, hanging out like, yeah. We don't care. We are new honey party people. Ladies, they better get dressed. Like good vibes in our minds. Ain't nobody feels afraid. Like a good vibe. بعدش هم که هواتون رو میذارید رو زغال و کبابش میکنید و نوش جان. طعمش واقعا فوق‌العاده بود، یه طعم تند آویشنی، ترد، آبدار، یه چیز خیلی خاص بود. من که خودم عاشق شدم، خیلی دوستش داشتم. پیشنهاد میکنم یه بارم که شده امتحانش کنید، از طعم بی نظیرش لذت ببرید. من خودم بهش میگم جوجه هندی، چون خیلی تندیش عالی بود. برنجم هم کنار کار سه رنگ درست کردم. اون رنگ صورتی هم که وسط کار هست، وسط برنجه، با آب لبو رو گذاشتم پخت بدون شکل غلیظ، اما آب غلیظ. بعد که آبش که کم ترش موند، مثل زعفران با برنج هم زدم و قالبی درست کردم اون برنج رو. امروز هم خیلی ساده و شیک یه جوجه کباب مجلسی درست کردیم. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، نظرات خودتون رو کامنت کنید. برای حمایت از منم کانال منو سابسکرایب کنید و اینستاگرام منو فالو کنید، چون کلی آموزش های متنوع و خوشمزه داریم. ویدیو بعد هم همدیگر رو میبینیم.